خدمت شما شاگردای خوب و لایق و بهترین امید است که صحتمند و سرحال باشید. در جلسه دوم یادتان است راجع به اهتزاز خواندیم، راجع به حرکت‌های هارمونیکی بود. رقاصی بسیط و ساده را برای شما تشریح کردم چی است. امروز هم کمی دربارش، درباره خصوصیات و نوعیتش براتان میگم. بسیار دلچسب است. شما باید این خصوصیات خیلی خوب بفهمید. امروز برای خصوصیات اهتزاز حرف میزنیم. خصوصیات اهتزاز چی است؟ اول شما باید رقاصی بسیط ساده را بفهمید. بازم رقاصی بسیط چیست؟ یا رقاصی ساده؟ رقاصی بسیط یا ساده متشکل از دو چیز است: تار و گلوله. گلوله فرق نمی کنه، گلوله چوبی باشه یا گلولگک آهنی باشه. مثلا چه رقم؟ فکر کنید سقف است، این یک گلوله برای از این نصب است، اینی رو به نام رقاصه یاد میگن. به نام چی؟ رقاصه. او اصطلاح دیگه نیست که ما در خانه رقص میکنیم، اون نیست. این رقاصی بسیط یعنی امور میگن. اینی تارش و اینی هم میله یا امو گلوله است. خب وقتی که اینی می گلوله در حال حرکت باشه، چند تا خصوصیات خیلی خوبیش داره. اولین خصوصیاتش، شما باید اهتزاز مکمل باید بفهمین. اهتزاز مکمل چیست؟ اهتزاز مکمل عبارت از رفت و برگشت یک جسم، یک جسم مهتزز است. یک رفت و برگشت کامل یک جسم مهتزز به نام اهتزاز کامل یاد میشه. مثلا چه رقم؟ سعی کنید دمی رقاصی بسید، این آوردیم تا به این نقطه، تا به این نقطه، این نامش او، تا به اینجا که آوردم نامش شد ای. حالا ایره میارم تا به اینی قسمت، نام از این میگم بی. خوب دقیق توجه کنید، این پس تا اینجا حرکت کرد، میگه مسیرش از بی آمد طرف او، از او آمد طرف ای، برعکس این پس حرکت کرد، میره طرف او، در آخر دبی ختم میشه، پس دبی ختم شد. سعی کن این فکر کن، ایجا آمد از اینجا حرکت شد در این نقطه خود رسان، باز در اینجا، این پس در اینجا آمد در این می، در این قسمت که استاپ میشه، در حقیقت یک اهتزاز کامل است، یک دور کامل خود چی کرده؟ تایی کرده. این یک تعریف. یک تعریف دیگه ای که در کتاب مکتبتون آمده، میگه اهتزاز کامل عبارت از حرکت جسم مهتزز در بین دو عبور کیفی یک جسم دیگر می باشد. حالا عبارت از حرکت جسم مهتزز در بین دو عبور کیفی یک جسم دیگر می باشد. مثلا چه رقم؟ سعی کنید قهرمانای خوب، اینی در حقیقت اما نقطه تعادل است. تا اینجا که آمد موقعیت اولی نشد، در دلتان میگی نا این ایره تا به اینی قسمت آوردیم، این موقعیت موقعیت اولی، در اینجا که رسید موقعیت موقعیت دومی. هرگاه بین همین دو دانه موقعیت جسم حرکت کرده باره، در حقیقت یک اهتزاز چی گفته میشه؟ کامل گفته میشه. خوب یاد گرفتیم؟ خب این خصوصیات اول بود، جسم مهتزز شما فهمیدیم. حالا خصوصیات دومش چی هست؟ ما خصوصیات دوم به نام فریکونسی یاد میکنیم. فریکونسی یا از ناز کم برش چی میگه؟ تواتر یاد میکنه قرمانا. برش چی؟ تواتر. این فریکونسی چیست؟ تعداد دوران جسم مهتزز، اما جسمی که اهتزاز میکنه، جسم مهتزز در فی واحد زمان به نام فریکونسی یا تواتر، به نام
فریکونسی یاد می شود. بنام فریکونسی یاد می شود. مثلا چه رقم؟ فریکونسی را به اف نشان می ده. تعداد دوران. تعداد دوران. خراب شد نیم؟ خوب در دلتان می گید خو خیر. تعداد دوران فی واحد زمان. حالا برای از این فرمول می تانیم بسنجیم. تعداد دوران از این به چی است؟ به این زمان از این به تی. تعداد دوران به چی نشان دادیم؟ به این زمانش به چی نشان دادیم؟ به تی. واحد فریکونسی چی است؟ واحد فریکونسی یک عالم به نام هایریشن هرتز درست؟ بالای واحدات از این همین جسمای اهتزازی را زیاد کار کرد. یک دنبور از پدرجانش پشمانده بود اون مور زدن میرفت. بعد از اون خصوصیات امو تنبور در مغز خود میگرفت. درست؟ چند دانه امو حالت ها بالای از اون میاید. صدای شرکمیز آهنگ دارست به آهنگ. خب خلاصه این که همین فریکونسی را امو کشف کرد. حالا خیلی واحد فریکونسی چیست؟ یک هتز است. ای یک هتز. یک هتز مساویست یک بر سیکن که ما میتونیم این را از ناز کمه ریاضیکی تغییر شکل بتیم میگیم سیکن بنامای منفیت. درست. حالا قهرمان های خوب شما فریکونسی را هم خیلی خوبش یاد گرفتیم. بریم سر پیریود. هم پیریود هم شما بفهمید خصوصیات کامل میشه دگه. پیریود چیست؟ پریود عبارت از زمانی است که یک جسم مهتزز در آن عبارت از زمانی است که یک جسم مهتزز در آن یک جسم مهتزز اهتزاز کامل را داده باشد. عبارت از زمانی است که یک جسم مهتزز اهتزاز کامل در آن داده باشد. یعنی مدت زمانی است که یک جسم یک اهتزاز کامل دمو رخ میده. خب پریود به چی نشان میده؟ بلتی کمی باید بفهمید. سعی کنید برعکس از چی است؟ برعکس از فریکونسی است. میگه زمانی که یک اهتزاز کامل در بر میگیرد. حالا زمان میفهمید تی چوچه ها یک اهتزاز کامل میفهمید به اینم نشان میده. یعنی برعکس رابطه از فریکونسی پریود داره. حالا قهرمانا خیلی در ذهنتان یک چیز ایجاد شد. استاد 100% یک رابطه بین پریود و فریکونسی وجود داره. او چی است رابطهش؟ سعی کن رابطه بین تی و اف. تی اف ها؟ خب اف همیشه معکوس یا سرچپی پریود است. یک بر تی است. اف همیشه یک بر چی است؟ یک بر تی. اگر من بخوایم که تی را پیدا کنم در حقیقت این را مقابل از این کجا میره؟ مخرج. یک بر چی است؟ یک بر اف. اینا در کتابتان فقط روابطش شرح داده بود. شما خصوصیات از این بلد شدید. امید است که شما خیلی خوب از اهتزاز از رقاصی بسیط و ساده یک انگیزه یک ایدی خیلی خوبه در وجودتان باشه. به خاطر از اینه که مشکلاتتان خیلی خوب رفع شوه ما در واتساپ و تلگرام از یادتون نرم. مشکلاتت با ما شیر کنید. 100% فیزیک خیلی خوب شیر بگیرید. موفق و معید باشین. تا دیدار بعد جلسه بعد شما را به خدای پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.